من یه درس میدم در دانشگاه، اسمش هست اصول و مبانی مدیریت. آدم ها پا میشن میان دوره MBA یا DBA و اولین درسی که بهشون میدیم مثلا در سازمان مدیریت صنعتی یا دانشگاه تهران اصول و مبانی مدیریت. بعد همه با این ذهنیت و رویکرد میان که یه چیز خیلی پیچیده عجیب غریب قرار یاد بگیرن، مدیریت کردن توی دنیای پیچیده سازمان‌های امروز توی محیط متلاطم ایران. و بعد معمولا خیلی تعجب میکنن وقتی که بهشون میگم که مدیریت کلن یه درس و یه اصل بیشتر نداره. بعضی وقتا حتی باورشون نمیشه، فکر میکنن که دارم آمدانه سادش میکنم ماجرا رو. ولی من فکر میکنم خیلی ها که مدیریت تحقیق میکنن و مدیریت کردن معتقدن که مدیریت کردن کلن یه درس بیشتر نداره. یعنی اداره کسب و کار، تصمیم درست گرفتن، حتی یه کسب و کار جدید را انداختن کلن یه درس بیشتر نداره. و اون درس به نظر من اینه. ما تقریبا 50-60 ساله که تو دنیا وارد یه رویکرد و یه پارادایم جدید برای اون زمان و الان دیگه تقریبا همه میشناسنش شدیم به نام پارادایم اقتضایی در مدیریت، یعنی contingency approach یا contingency theory. و این پارادایم contingency همون درس خیلی مهمیه که به نظرم هر کسی که از یه بک‌گراند مهندسی میاد یا هر کسی که میخواد یاد بگیره سازمان‌ها رو اداره کنه یا هر کسی که به نظرم میخواد توی سازمانی کار کنه حتماً باید خوب درکش کنه. این پارادایم کانتینجنسی چی میگه؟ این پارادایم کانتینجنسی میگه که جواب درست و غلط در مدیریت وجود نداره. هیچ جواب درست یا غلطی در مدیریت کردن وجود نداره. و جواب همه سوالا تو مدیریت چیه؟ اینه که بستگی داره. اگر یه نفری به نظرم این درس رو خوب بدونه و من تلاش میکنم که توی صحبت امروزم در مورد این صحبت کنم و بگم که راه حلش چیه، چگونه من بتونم اقتضائات مدیریت رو درست درک کنم تا بتونم درست تصمیم بگیرم، تا بتونم درست سازمان اداره کنم، تا بتونم درست مدیریت کنم، به نظرم میرسه که یک درس مهم و به نظرم مهمترین درس مدیریت رو گرفته. این شرایط که تعیین میکنه که در این کیس باید چه تصمیمی بگیرم. به عبارتی هیچ وقت یه راه حل به درد همه نمیخوره. اگه شما سوالتون این باشه که چگونه میتوانم کارکنانم را مدیریت کنم، من میگم بستگی داره. این آدم با اون آدم فرق میکنه. اگه به من میگی ساختارهای سازمانی باید چطوری باشه، من میگم بستگی داره. این سازمان با اون سازمان، این استراتژی با اون استراتژی. اگه به من میگی چجوری با همکارم اختلاف پیدا کردم باید حلش کنم، بازم بستگی داره. منتها یه خوده که پیش میریم آدم ها فکر میکنن که خب پس مدیریت قواعد خاصی نداره دیگه، همینطوریه، بستگی داره، هرچی خواستی، هر کاری که کردی، هر حرفی که زدی. ولی بعد با یه مفهومی مواجه میشن آدمایی که میان مدیریت یاد میگیرن، به اینی که برای اینکه بتونم این اقتضائات مدیریت رو، اینکه راه حل‌های متفاوت برای آدمای متفاوت، روش‌های متفاوت برای سازمان‌های متفاوت، رویکردهای مذاکره متفاوت برای شرایط مذاکره متفاوت، ابزارهای متفاوت برای سازمان‌های متفاوت رو مدیریت کنن، نیاز به چی دارن؟ نیاز به یک دسته‌بندی دارن. و این اونجاییه که معمولاً آدم‌ها یه خورده اولش گیج میشن. یعنی چی؟ راز این که مدیرا، کارکنان، هر کسی، و حتی میخوام بعدش بگم که در زندگی هم همینطوریه، بتونه اقتضائات اون شرایط رو درک کنه و درست بر اساسش تصمیم بگیره، اینه که یک دستبندی خوب پیدا کنه یا یک دستبندی خوب درست کنه. یعنی اون درس مهم مدیریتی که به نظرم هر کسی باید بدونه اینه که مدیریت علم دستبندی است.
برای اولین دفعه، یکی از اولین دفعه تو 1969 دو نفر کسایی که رفتار سازمانی و مدیریت مطالعه میکردن، تحلیل میکردن، یه دستبندی خیلی ساده درست کردن. چون تا اون موقع ما داشتیم دنبال بهترین سبک رهبری میگشتیم. سوالمون این بود که رهبرهای بزرگ دنیا چطوری رهبری میکنن؟ بهترین سبک رهبری چیه؟ من با کارکنانم چطوری میتونم تعامل کنم؟ و وقتی که هرسی و بلانچارد چارچوبی که بهش میگن سیچویشنال لیدرشپ یا رهبری اقتضای ارائه کردن، خیلی تصویر شفاف شد برای آدم ها که مدیریت چه شکلیه. گفتن نگاه کنید، رهبرهای بزرگ دنیا یه روش رفتار کردن ندارن. یه مدیر یه سبک برای رفتار کردن با دیگران نداره. کاملا بستگی داره. 4 دسته اصلی از کارکنان رو ایجاد کردن. دسته اول، کسانی که تازه وارد سازمان شدن، انگیزه خوبی دارن برای اینکه کار کنن، اما هنوز خیلی یاد نگرفتن اون کارشونو. با این دسته باید آمرانه رفتار کرد، باید بهشون گفت که چی کار کنیم، باید هدایتشون کرد، باید دایرکتشون کرد، باید شاید حتی مایکرومنیجشون کرد. بعد از این مدتی که آدم ها توی سازمان میان، سختی ها و مشکلات کار رو میبینن و انگیزهشون کم میشه. ولی هنوزم تو کارشون عالی نشدن. هنوزم دقیقاً اون کارو بلد نیستن. اینجا همون جاییه که دوباره مدیر این نفر سبکشو عوض میکنه. و تلاش میکنه چیکار کنه؟ و تلاش میکنه که انگیزه بیشتری بهش بده. در کنار این که بهش یاد میده، در کنار این که دیتیل کارو باش کنترل میکنه. بعد از یه مدت، همینطوری که میگذره، این فرد یاد میگیره که چیکار کنه که کارش رو بهتر از قبل انجام بده. اونجایی که مدیر باید تشخیص بده که دیگه لازم نیست که دیتیل هر کاری رو بهش بگه، دیگه لازم نیست که همه کارهایی که انجام میده رو نظارت کنه، میتونه فقط نتایج رو در نظر بگیره، ولی هنوز انگیزه رو به اون فرد میده. و بعد از یه مدت هم وارد یه شرایطی میشیم که اون آدم هم انگیزه لازم برای انجام کار داره، چون وقتی آدم یه کاری یاد میگیرن برای انجامش انگیزه بیشتری پیدا میکنن. اون درسی رو که بیشتر دوست داشتید تو مدرسه اول میخوندید، 20 میگرفتید توشون رو همیشه بهتر میخوندید. و همین که میدونید نکته خیلی مهم اینجا چیه؟ نه تنها ما باید یاد بگیریم که یک جواب درست وجود نداره در مدیریت، بلکه باید متوجه بشیم که خیلی از نصیحتایی که این ور اون ور به ما میگن نصیحتای گمراه کننده ایه. شاید شما همه شنیدید اینو که مدیر خوب تفویض میکنه، ولی این نصفه درسته. تمام نصیحتایی که تو شبکه‌های اجتماعی میشنوید، تمام صحبتایی که خیلی وقتا از مدیرا و کارآفرینای بزرگ میشنوید، اگر رویکرد اقتضایی مدیریت رو درک کنید متوجه میشید که چی؟ متوجه میشید که اینا همه نصفه درستن. چون اون فرد داره میگه در اون شرایط من اون کارو کردم و موفق شد. مدیرای خوب دنیا سپورت میکنن؟ It depends. کسایی که بلدن تیمشون رو اداره کنن تفویض میکنن؟ بستگی داره. و این نکته خیلی 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 مهمه، برای اینکه ما بدونیم که هر مدیری کاری که انجام میده اینه که دستبندی میکنه، گزینه های متفاوتی رو روی میز میاره، بعد میگه این گزینه، این شرایط، در این شرایط من باید این کارو بکنم. و این تنها درس مهم مدیریتیه. از این به بعد چیزای دیگه‌ای که ما در تمام رشته‌های مدیریتی یاد می‌دیم، در مدیریت استراتژیک، در مالی، در بازاریابی، در رفتار سازمانی منابع انسانی، در تولید و عملیات، در نوآوری و کارآفرینی، همش اینه که دسته‌بندی‌های متفاوت به آدم‌ها یاد بدیم. دسته‌بندی‌های متفاوت بهشون یاد بدیم که متوجه بشن تو این شرایط باید چیکار کنن. یه درس بیشتر مدیریت نداره، ولی درک اون درس بسیار کمک میکنه به ما. بذارید یه مثالی که خیلی همیشه برای خودم آموزنده بوده و تاکید میکنم روش رو یه خورده با هم دیگه پیش بریم ببینیم که چه شکلیه. این نکته رو اینجا بگم، دستبندی ها رو، این چیزی که تاکید دارم که دوای درد اقتضایی بودن مدیریت رو، ما تو دانشگاه برای اینکه یه خورده با کلاس باشه بهش میگیم مدل، بهش میگیم فریمورک. ولی در دل هر مدل یا در دل هر فریمورک یه دستبندی خوب قرار داره و بنابراین خیلی گول این کلماتی که ما تو دانشگاه درست میکنیم، مدل رو میخواد شما رو تحویل بگیرید. در دل هر مدل یا فریمورک چارچوبی یه دستبندی هست.
و من فکر می‌کنم که راز درست مدیریت کردن اینه که تو بتونی دسته‌بندی ایجاد کنی یا دستم. بذار یه دسته‌بندی بهتون معرفی کنم. من برای اولین دفعه سر کلاس آقای دکتر حیدری بودم که الان مرحوم شدن. ایشون اومد وایساد گفت هر درسی با یه دسته‌بندی شروع میشه و یه دسته‌بندی ما ارائه کرد. گفت هر کی میخواد بهتون اصول مدیریت تعارض رو یاد بده، اگه قبلش بهتون یه دسته‌بندی از انواع تعارض یاد نده، اشتباه پیش رفت. چون همه انواع تعارض یه راه حل ندارن. شما حتما شاید شنیدید که میگن که برای اینکه تعارض بین آدم‌ها رو برطرف کنید، تیم بیلدینگ برگزار کنید. آدم‌ها رو ببریدشون آف سایت، با همدیگه معاشرت کنن. همدیگه رو بهتر درک می‌کنن. ولی این نصف درسته. اگر اون کانفلیکتی که باهاش مواجهید ولیو کانفلیکت باشه، یعنی تعارض در ارزش‌ها، هر چی آدم‌ها بیشتر تعامل کنن، وضعشون بدتر میشه. این اینترپرسونال کانفلیکت‌ها هستن که تیم بیلدینگ حلشون میکنه. اگر تعارض در رویه‌ها وجود داره، باید شرح شغل بنویسی، فرآیندا رو مشخص کنی، ریسی چارت بکشی، پروسس منوال درست کنی، اونر مشخص کنی، تیم بیلدینگ لازم نداری. هر چی تیم بیلدینگ ببری، باز مسئله برطرف نمیشه. اگه ولیو کانفلیکت داری، باید آدما رو جداشون کنی از هم دیگه. تا اگه اینترپرسونال کانفلیکت داری، اون وقت ممکنه که آدما با هم دیگه آشنا بشن و وضعشون بهتر بشه. هر موردی که یه مدیری بخواد مدیریتش کنه، مثل مدیریت تعارض، مثل هر چیز دیگه‌ای که فکرشو بکنید، یه دسته‌بندی بهش کمک می‌کنه. من کتاب می‌خونم، دنبال دسته‌بندی می‌گردم. مقاله می‌خونم، دنبال دسته‌بندی می‌گردم. صحبت آدما رو گوش می‌کنم، دنبال دسته‌بندی می‌گردم. هر کسی دسته‌بندی داره، به نظرم مدیر بهتریه. هر کسی با مدل‌ها فکر می‌کنه، مدل تینکینگ معروفه تو دنیا. یعنی درک می‌کنه که یه راه حل به درد همه نمی‌خوره، یه راه حل مذاکره. اصول و فنون مذاکره درس اولش اینه. یک نوع مذاکره وجود نداره. روش‌های متفاوت مذاکره برای شرایط متفاوت. و اگر در هر حوزه‌ای از مدیریت، مثل مدیریت تعارض که اینجا یه مثالش براتون زدم، یه دسته‌بندی ابتدایی خوب وجود نداشته باشه، هیچ کاری از پیش نمی‌برید. تیم بیلدینگ برگزار می‌کنید و بعد میاد می‌پرسید که چرا ما هرچی تیم بیلدینگ برگزار می‌کنیم وضع بهتر نمیشه؟ به خاطر اینکه تیم بیلدینگ راه حل همه انواع تعارضا نیست. یه مثال دیگه براتون میزنم که باز اینم برای خودم خیلی فوق‌العاده بوده. سازمان‌ها در مراحل متفاوت رشد و بلوغشون از مراحل رشد و بحران‌های متفاوتی می‌گذرن که بسیار قابل پیش‌بینیه. این مرحله اوله، مرحله‌ای که معمولاً شما بهش می‌گید استارتاپ، مرحله‌ای که یه سازمانی داره تست می‌کنه ایده‌های جدیدو، پیویت می‌کنه. تمام تلاشش اینه که یه نسخه قابل قبول برای مشتری ایجاد کنه با سعی و خطا کردن، با ایده‌های خلاقانه دادن، و این نسخه رو بفرسته تو بازار. بعد از یه مدتی سازمان‌ها بزرگ که میشه، اندازه‌شون، چون یه ایده خوب پیدا می‌کنن، همینطوری این زمانه و اینا، اندازه‌شون بزرگ میشه دوچار اولین بحرانشون میشن، بحران لیدرشپ. حالا دیگه همه چیز نباید آزمایش بشه. اینجاست که سازمان‌ها اگه بتونن اینو متوجه بشن که باید یه جهت‌گیری داشته باشن، بعد استراتژی رو از الان داشته باشن، اونجا شما بازی به همه ایده ها. ولی وقتی اندازه‌ت از یه اندازه بزرگتر شد، دیگه به همه ایده ها باز نیستی. اینجا وارد مرحله اسکیل اپ شدی. اینجا راز رشد اینه که تو دایرکشن مشخصی داشته باشی. ایده ها رو بذاری کنار، آدمایی که هم راستا نیستن و ممکن است سازمانت کنار بذاری، و بعد این کمکت می‌کنه که رشد کنی. اینجا نقش لیدر خیلی مهمه که حرف بزنه، وایسه، حتی بعضی وقتا یه جایی زورگویی کنه. آن چیزی که در مرحله قبل کمک نمی‌کرد به رشد، اینجا کمک می‌کنه به اینکه سازمان جهت پیدا کنه. و خود همین که کمک کرده بود، خودش باعث یه بحران بعدی میشه. بحران استقلال. حالا دیگه وایس پرزیدنت‌ها، سی لول‌ها، مدیرای سازمان همه منتظرن که تصمیمات اصلی کارآفرین بگیره، اون مدیر اصلی بگیره. گلوگاه ایجاد میشه، کارا پیش نمیره. اینجا باید تفویض اتفاق بیفته. اینجا سازمان‌ها بیزنس لاین پیدا می‌کنن. اینجا سازمان‌ها استراتژیک بیزنس یونیت مستقل ایجاد می‌کنن، کاست سنتر ایجاد می‌کنن، پروفیت سنتر ایجاد می‌کنن. همان چیزی که در این مرحله دلیگیشن به رشد یه سازمانی کمک می‌کرده، اینجا براش ضرر داره. و همان چیزی که اینجا کمکش می‌کرده رشد کنه، خودش بحران ایجاد می‌کنه. خیلی از سازمانایی که من آشنام باشون یا بعضی وقتا بهشون مشورت میدم، اینجان، جایی که کارآفرین، اون شخصیت کاریزماتیک، اون نفر اصلی یه بیزینسی،
نمیپذیره که بره کنار و تفویض کنه. چرا؟ چون آنچه که در گذشته انجام داده موفقش کرده. درس میگیره از گذشتهش. میگه من همیشه این کار کردم. لابد کار میکنه. ولی متوجه نیست که وقتی اندازش بزرگ شده دیگه همین روش مدیریتی که اینجا به دردش میخورده که همه تصمیم‌ها رو خودش بگیره، خودش دچار بحران میکنه شما رو. بنابراین آدما اگه یه دسته‌بندی نداشته باشن، حتی نمیتونن از گذشته‌شون درس بگیرن. آنچه که یه بچه رو تا 2 سالگی میرسونه شیر مادره. ولی وقتی به یه مادری میگی که بیا ولش کن، شیر دیگه بهش نده، این دیگه به دردش نمیخوره. میگه تو میخوای مهمترین کریتیکال ساکسس فاکتور بچه‌مو ازش بگیری. باید دسته‌بندی داشته باشی. استیج نوزادی، استیج بدون یه دسته‌بندی ما نمیتونیم متوجه بشیم که آیا ERP به درد سازمان ما میخوره یا نه. چون نمیخوام حالا بقیه مدل توضیح بدم، وقتی میرید ببینید سازمانایی که تو مرحله کوردینیشنن نیاز به سیستم هایی دارن که بتونه کوردینیت کنه. بعد یه وقتایی سازمانایی که اینجان، چون کیس استادی این سازمانای بزرگی که اندازشون بزرگ شده اینجا، کوکاکولا، آمازون، هاندا، اینا کیس استادیاشون معروفه. بعد چیکار میکنی؟ بعد فکر میکنی که هوندا این کارو کرده که موفق شده. نه خیر، اون اندازش رشد کرده که مجبور شده این کارو بکنه. بنابراین کسب و کارهای کوچیک و متوسط بدون دسته‌بندی داشتن میان از کسب و کارهای بزرگی که تو مرحله کوردینیشن یا مرحله های بالاتر هستن درس میگیرن و این ناموفقشون میکنه. شما توی اکوسیستم استارتاپ ایران فراوون میبینید از این موردها. میرید بنچمارک میکنید یک شرکتی رو که در استیج رشد شما نیست، بعد فکر میکنی چرا کار نمیکنه؟ چون دسته‌بندی نداری. چون برای این که بتونی جواب بدی آیا ساختارهای ماتریسی به درد میخورن یا نه، چون برای این که بتونی جواب بدی آیا یه ERP به درد میخوره یا نه، چون برای این که بتونی جواب بدی که آیا این سبک رهبری به درد میخوره یا نه، باید یه دسته‌بندی از اندازه سازمان رو داشته باشی. مهمترین اقتضاء مدیریت اندازه و صنعت یه سازمانه. اندازه یه سازمانه که تعیین میکنه که چه سیستمی توش کار میکنه یا نه. و اگه تو یه دسته‌بندی خوب نداشته باشی، به عنوان یک شرکت استارتاپ یا به عنوان یک اسکیل اپ میلی یک کورپرات رو تو مرحله کوردینیشن بنچمارک میکنی و گند میزنی به بچه ها. اگر قهرمان های جهان رو نگاه کنن که وزنه میزنن، رژیم های خاص غذایی دارن و با خودشون میگن منم میخوام قهرمان شم، بنابراین همون کار رو انجام بدم، میمیرن. ما در مورد آدم ها اینو میفهمیم، ولی در مورد سازمان ها اینو متوجه نمیشیم. به این مدل میگم مدل رشد گرینر. هیچ چیزی به اندازه داشتن یک دسته‌بندی از استیجای رشد یه سازمان کمک نمیکنه به آدما. به یه مدیری که متوجه بشه که دیگه من نباید همون کاری که قبلا میکردم منو موفق میکرد، تصمیم رو خودم میگرفتم، دیگه نباید بگیرم، من دیگه نباید با سیستم قبلی کار کنم، من باید روشم عوض کنم. یک دسته‌بندی کمکت میکنه که بتونی مدیریت کنی. مدل گرینر اگه دوست داشتید بخونیدش، به نظرم خیلی کمک میکنه. باز یه مثال دیگه براتون بزنم. یه خود میخوام از زندگی و چیزهای روزمره تر مثال بزنم. ما همش دعوا میکنیم راه حل توسعه اقتصادی ایران کدام است. بعد مشخصه گروه های متفاوت هم راه حل متفاوت دارن. یه گروه راه حل بازار آزاد داره، یه گروه راه حل خودکفایی رو داره و هر کی هم فقط یه راه حل داره. اگر بخواد مدیریت به اقتصاددانا کمک کنه که یه خورده بهتر فکر کنن، بهشون چه توصیه‌ای میکنه؟ میگه اقتصاددانای قشنگ قربونتون برم، میشه لطفاً یه دسته‌بندی کنید از انواع اقتصادا؟ به جای اینکه بگی خودکفایی به درد میخوره، بگو خودکفایی به درد کدوم اقتصادا میخوره. خب خودکفایی که به درد همه نمیخوره. به جای اینکه بگی بازار آزاد خوبه، بگو بازار آزاد به درد کدوم دست از اقتصادا میخوره. یه دسته‌بندی داره مجمع جهانی اقتصاد تو گزارش رقابت پذیری، اقتصادا رو به 3 دسته تقسیم میکنه. میگه اقتصادای فاکتور دریون، خام فروشن، اقتصادای افیشنسی دریون، اینا اقتصاد تولیدی هن، اقتصاد اینویشن دریون، اینا اقتصادی هستن که، و 2 دسته دیگه اقتصاد که در حال گذار از فاکتور به افیشنسی و در حال گذار از افیشنسی به اینویشن هن. بعد خیلی ساده میاد میگه راه حلای متفاوت برای اقتصادهای متفاوت. اینکه ترکیه این کارو کرده و رشد کرده به این دلیل معنی نیست که ما هم اگه این کارو کنیم رشد کنیم. اینکه میری از کره جنوبی و چین و آلمان مثال رشد و توسعه میاری،
داری از اقتصادهای صحبت میکنی که اینویشن دریونن یا افیشنسی به اینویشنن. این راه حلا به درد اقتصاد ایران که در حال گذار از فاکتور به افیشنسی نمیخوره. اگه اقتصاددانا تفکر مدیریتی یاد بگیرن هیچ وقت یه گزینه رو میز ندارن. اگه آدما تفکر مدیریتی یاد بگیرن هیچ وقت یه گزینه رو میز ندارن. اگه پدر مادرها تفکر مدیریتی یاد بگیرن یه گزینه رو میز ندارن هیچ وقت. چند تا گزینه، چند دسته متفاوت، بله واسه یه اقتصادی مثل غنا که فاکتور دریون خودکفایی افتضاحه. چون 500 سال طول میکشه. اون باید انبش رو بفروشه بندر بگیره به جاش. همین واسه آلمانی که اینویشن دریون افتضاحه. راه حل‌های متفاوت؟ من فکر میکنم که این یک درس مدیریت، یعنی با مدل فکر کردن، یعنی دست بندی داشتن، یعنی اینکه بفهمی اقتضایی همه چیز، میتونه به همه کمک کنه، میتونه به آدما کمک کنه بهتر فکر کنن، بهتر بحث کنن. اینقدر ما تو دوره دکترا بحث کردیم بازار آزادیا، کسایی که طرفدار خودکفایی هن. همیشه آوردن یه دستبندی رو میز میتونه کمک کنه که اوکی در کدام استیج اقتصادی، در کدام مرحله تمدنی این راه حل میتونه به درد بخوره. سعی میکنم یه مثال دیگه بزنم و صحبتمو تموم کنم. من خودم از بین تمام دستبندی ها دستبندی های دو دردو رو خیلی دوستشون دارم. میفهمم که بعضی وقتا پدیده خیلی پیچیده تر از اونه که بشه یه دستبندی دو دردو درش انجام داد. ولی دستبندی دو دردو چون سادن به یاد میمونن، حتی اگر در حوزه دستبندی نداشته باشم هم سعی میکنم دستبندی ایجاد کنم. بنابراین فکر میکنم که یکی از ابزارهای مهم فکری هر آدمی برای اینکه زندگیشو مدیریت کنه، برای اینکه کارشو مدیریت کنه، میخوای تصمیم بگیری از شرکت بری، یه دستبندی دو دردو ایجاد کن که در چه شرایطی میری، در چه شرایطی میمونی. میخوای تصمیم بگیری که میخوای تصمیم بگیری شرکت رو رشد بدی، بهش میگم ماتیس آنسوف، یکی دیگه از مدل‌های مدل همون دستبندیه مدیریتیه. میگه 4 تا راه برای رشد بیشتر وجود نداره. در بازار موجود و محصول موجود اگه میخوای سهم بازار بگیری، بهش میگه مارکت پنتریشن. میخوای بری توی بازار جدید همون محصول قبلی تو بفروشی، میخوای بری همون محصول قبلی تو توی بازار جدید بفروشی، یا میخوای بری چیکار کنی؟ 4 تا دسته داریم. یا همون محصولاتو میفروشی تو همون بازار، یا میری توی بازار جدید همون محصولاتو میفروشی، یا یه محصول ایجاد میکنی برای همون بازار قبلی، و یا یه محصول جدید در یه بازار جدید. قدرت ماتریسای دو در دو برای مدیریت کردن رو اصلا دست کم نگیرید. من یا یه دستبندی میرم پیدا میکنم، میخوام بحث کنم، میخوام فکر کنم، میخوام مدیریت کنم، و یا اینکه یه دستبندی ایجاد میکنم. یادتون باشه همونطوری که رویکرد اقتصادی در مدیریت میگه بهترین روش برای مدیریت کردن وجود نداره، من به نظرم بهترین روش برای زندگی کردنم وجود نداره. این شرایطه که مشخص میکنه ما چه تصمیمی باید بگیریم. من همیشه به خودم یادآوری میکنم بدون یه دستبندی بحث نکن، بدون یه دستبندی فکر نکن، بدون یه دستبندی تصمیم نگیر. ازتون متشکرم.